به نام خدا، با عرض سلام، روزبافشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. قصد داریم تا در ادامه آموزش بازارهای مالی در جلسه 33 در مورد الگوهای 3 قله، 3 دره، حدود سود و زیان اونها صحبت کنیم. اولین الگوی 3 قله یا تریپل تاپ هستش. همونجور که میبینید یک حرکت به سمت بالا داریم، حالت 3 قله تشکیل میشه و بعد از اون یک ریزش رو داریم. الگوی 3 قله در یک مسیر صعودی تشکیل میشه، یعنی انتهای یک مسیر صعودیه که ممکنه قله های اون در یک سطح باشن یا قله های اون در یک سطح نباشن. لازم نیست 3 قله در یک سطح باشه، میتونه کمتر و بیشتر باشه. برای اینکه بتونیم خط گردن یا خط شکست یا خط تایید رو بکشیم، به از در واقع پایین ترین دره بین قله ها، یعنی نگاه میکنیم که 2 دره‌ای که داریم کدوم یکی پایین تره، از اونجا یک خط افقی میکشیم و اون میشه در واقع نکلاین ما برای شکست. و ارتفاع ما که همون در واقع اچ بود، میشه از بلندترین قله، یعنی 3 قله رو نگاه میکنیم کدوم از همه بلندتره، یک خط عمودی بر خط نکلاین رسم میکنیم و در واقع اچ ما به دست میاد. ما بعد از اینکه قیمت به خط مورد نظر رسید و اون رو به پایین شکوند، از خط نکلاین انتظار داریم تا به اندازه H به سمت پایین حرکت کنه، یعنی منطقه حد سود ما به اندازه H هست و حد ضرر ما بالای قله مورد نظر هست. یعنی ما در 3 قله همونجور که در پایین، یعنی پایین ترین دره، یک خط میکشیم که نکلاینه، در بالاترین قله هم یک خط رسم میکنیم و خطی که رسم میکنیم که همون رزیستنس ماست، بالای رزیستنس میذاریم، یعنی در واقع بالای بالاترین قله بین اون 3 قله میشه حد ضرر ما. در مورد الگوی بعدی که 3 دره هستش یا تریپل باتم هست، یک حرکت نزولی داریم، 3 دره تشکیل میشه و بعد از این که 3 دره تشکیل شد، مسیر به سمت بالا بازگشت میکنه و به این خاطر به اون الگوی 3 دره میگیم. ممکنه در واقع این دره ها در یک امتداد نباشن، بلند و کوتاه باشن و همشون به یک اندازه نباشن، ارتفاعی متغیری داشته باشن. برای اینکه بتونیم خط شکست یا خط نکلاینش رو رسم کنیم، بالاترین دره رو در نظر میگیریم. به عنوان مثال در این شکل دره 1 اینه و دره 2 این هستش. یک خط افقی در دره قله 3 قله 2 رسم کنیم، همونجوری که میبینید این 2 قله، این قله بالاتر هستش. یک خط افقی رسم کنیم میشه خط در واقع بریک لاین ما یا خط شکستمون. و یه خط ساپورت هم رسم کنیم که این خط ساپورت در واقع یه خط افقی هستش که در پایین ترین دره رسم میشه. از وصل کردن پایین ترین دره به خط نکلاینمون یا بریک لاینمون، خط در واقع عمودی H یا همون ارتفاعمون به دست میاد. بعد از اینکه قیمت بعد از قله 3 به خط رسید و اونو شیپون، انتظار داریم تا به اندازه H ارتفاعمون به سمت بالا حرکت کنه. استاپلاسمون هم پایین خط ساپورتمون یا در واقع پایین ترین قلهمون خواهد. برای اینکه بتونیم مثال های اون رو ببینیم، به پلتفرم سری میزنیم تا موارد اون رو بررسی کنیم. همونجور که میبینید یه حرکت ریزشی داشتیم، برای اینکه شکل رو بهتر تصورش بکنیم، یه حرکت ریزشی داشتیم. بعد از این حرکت ریزشی
یه حرکت رو به بالا، بعد دوباره رو به پایین، دوباره رو به بالا و در نهایت الگو تشکیل شده و به سمت بالا حرکت کرد. همونجوری که می‌بینید اینجا یه قلعه تریپل باتم داریم که دره یک، دره دو، دره سه و بعد حرکت. برای در واقع رسم خط بریک لاین نگاه میکنیم، اینجا در واقع بالاترین قله است، پس اینجا رسم میکنیم، یه دونه خط هم در واقع زیر پایین ترین دره رسم میکنیم که اینجاست، این دره یک، دره دو، دره سه، این از همه پایین تر اینجا رسم میکنیم و اون مسیری که در واقع به عنوان H مد نظرمون هستش به این اندازه خواهد که میتونیم دوباره از فیبوناچی استفاده کنیم، یعنی یه فیبوناچی از اینجا به اینجا رسم میکنیم، انتظار داریم که بعد از شکست به اندازه H یعنی تا اینجا به سمت بالا حرکت کنم. اونجور که میبینید وقتی به منطقه H رسیده یه برگشت کرده و دوباره ادامه مسیر داده و کل این مسیر تریپل باتم رو تکمیل کرده. نمونه دیگرش اینجا یه دونه تریپل باتم داریم که برای رسم اون بهتر دیدن اون یه حرکت رو به پایین داریم، بعد یه حرکت رو به بالا، دوباره یه حرکت رو به پایین و دوباره تشکیل قله بعدی و بعد حرکت به سمت بالا که برای اینکه بتونیم در واقع بریک لاینش رو رسم کنیم، بالاترین قله توی اینجا در واقع این قله خواهد بود، پس بالا این رسم می‌کنیم و برای اینکه خط رزیستنس رو هم ساپورت رو هم رسم کنیم اینجاست، منطقه ای که انتظار داریم که بازار بعد از اون حرکت بکنه به این صورت هستش که میبینیم بعد از اینکه اومده قیمت اینجا تاچ کرده، ریخته تا حدود 50% فیبوناچی و بعد از اون حرکت کرده و تا اچ رو تکمیل کرده. پس اینجا سه تا تریپل باتم داشتیم، اینجا هم یه تریپل باتم دیگه داریم که اونو در واقع میبینین رسم میکنیم خدمت بساتون. یه حرکت نزولی، یه حرکت صعودی، دوباره یه حرکت نزولی، یه حرکت صعودی و بعد تشکیل دره سوم و بعدش هم حرکت به سمت بالا که اینجا میشه بریک لاین ما، این میشه خط حمایت ما و به اندازه اون مسیری که میخواستیم حرکت رو به سمت بالا داشتیم. خب یه دونمونم از دابل تریپل تاپ ها خواهیم دید که همونجوری که میبینید یه مسیری رو به سمت بالا حرکت کرده، بعد یک ریزش، دوباره به سمت بالا، یک ریزش، دوباره به سمت بالا و بعد شروع ریزش که همونجور که میبینید این خط بریک لاین ما هست. برای خط رزیستنس اینجا رو رسم میکنیم، انتظار حرکتی ما بعد از اینکه قیمت از دره سوم، قله سوم به سمت پایین حرکت کرد و شکست، بعد از اینکه شکست انجام شد انتظارمون تا منطقه H خواهد بود و در اینجا یه تریپل تاپ وسیع رو داریم. همیشه تریپل تاپ های تریپل بات ما یه تیکه نیستن، ممکنه وسعت داشته باشن که یه حرکت رو به بالا و بعد یه حرکت رو به پایین، دوباره یه حرکت رو به بالا، رو به پایین و تشکیل قله سوم و بعد حرکت رو به
پایین رو داریم که خط رزیستنس، خط بریک لاین رو کشیدیم. خط بالایی همیشه بالای بالاترین قله و انتظار حرکتیمون هم به این صورت بود، یعنی بعد از اینکه قیمت اینجا رو تاچ کرده به پایین حرکت کرده و تا اچ ما حرکت رو تکمیل کرده. الگوی تریپل تاپ و تریپل باتم به نسبت الگوهای دیگه کمتر تشکیل میشه، قدرت خوبی رو داره و میتونید این الگو رو ترکیب بکنید با استراتژی آر یا استراتژی کندلستیک های خاص که در قسمت استراتژی در مورد اون صحبت خواهیم کرد. این جلسه در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی موفقیت و پیروزی شما، خدا نگهدار.